ردیف که موقع تنها مختص کشور ماست، مثلا آذربایجان ایناست، کشور دیگه چیزی به نام ردیف نداره. اصلا آذربایجان هم ردیف نداره. ما همه موسیقی ما موسیقی مقامی هستش، موسیقی چنده. و یکی از دلایلی که با این همه محدودیتی که استاد گفتم، فکر نکنید محدودیت اینجاست، فکر نکنید چون من تو اورنج کانتی داشتم همین بحثو می‌کردم، همین بحث تاریخو کردم، گفتم که بعد از چیز نداشتیم، بعد از در زمان اسلامی، بعد از حاله عرب نشون، یکی از اون تحدود میکروفون منو کند از تو چیز اونجا که حالا مهد آزادیه مثلا فلان. عجب. بله قربان، بله نه دیگه، کتاب دو قرن سکوت کاملا اشاره شده. بله فکر نکنم که مخصوص اینجاست این دوستان. آقای اومد از اون ته داشت میکروفون از بیخ کند، گفت بحث رو سیاسی نکنید. گفتم ولی من نمیدونم کجای این قسمت سیاسی بود، مثل که میگه یکی به ایران حمله کرده، مغول به ایران حمله کرده، من دیگه صحبت سیاسی نکنم. مغول حمله شده دیگه. خب میخوام یک دستگاه رو که اول دستگاه ما هست بازش کنیم و این مقاله پیش رده که من براتون اجازه دادم. من از سمیرا خانم میخوام که کمکم بکنه، چون ایشون هیچ اکسپوژری به موسیقی نداشتن قبل از اینکه من ایشون بدم. دو روز دو سرویس پیش ما، یه هفته پیش نهایتش، یه بارم خوبی دارن، یه بارم آره، یه بارم ما بیشتر تمرین نکردیم، یعنی تمرین گرفتیم یه دفعه همون موقع، امروز صبح همینجور چیزیم یه دفعه فقط از روش خوندیم. من فقط میخوام ایشون رو به عنوان مثال بگیرم که چقدر میتونه این قضیه آسون بشه برای یه نفری که چی، حتی ایشون خیلی باهوشه، آکی خیلی بالایی داره، و اینکه چجوری میشه اینا راحت انتقالش داد. خب ما میایم میگیم که کی خطش خوبه اینجا؟ مینویسی؟ من بزنیم. اولین دستگاه اون چی هستش؟ دستگاه شور. خب بنویسیم شور. ما داریم دستگاه شور. خب و این دستگاه شور رو میخوایم که گوشه های مختلفش رو معرفی کنیم به عنوان پیش ردیف. اولین گوشه یه هر دستگاه چی هستش؟ درآمد. پس بنویسیم درآمد. یک، گوشه ی اول، درآمد. شعر از کی؟ سعدی. خب این گوش درآمد شور بهش میگیم هداوندی، این مدل گوشه هست بهش میگیم هداوندی. شعرمون چی هست؟ دولت جان پرور است صحبت آمیزگار، خلوت بی مدعی سفره بی انتظار. از شعر چیه؟ مفتعلون فاعلون. چجوری هستش؟ سوال و جواب هست، بهش میگن call and respond. دولت جان پرور است چه چیزی؟ صحبت آمیزگاه، خلوت بی مدعی، سفره بی انتظار. حالا ما اینو میخوام در دستگاه شور، در گوشه هداوندی، در آمد اول اینو میخوام. شعر و تلفیق و شعر موسیقی. دولت جان پرورد صحبت آمیزگار. یه بار دیگه. خب بر چه وزنی هستین؟ هفت هشتمه. یک دو سه. دولت جان پرورد صحبت آمیزگار، خلوت بی مدعی سفره بی انتظار. دولت جان پرورد صحبت آمیزگار، خلوت بی مدعی سفره بی انتظار. گوشه بعدی مون درآمد دومه، به خاطر اینکه شور دستگاه بزرگی هستش، دارای سه تا درآمد هست در اینجا. خب میگین درآمد دوم اسمش چی هست؟ روحا. حالا روحا چه جوری هستش؟ گوشه ها فرقشون با هم دیگه چیه؟ تو وزنا شما باشه. روم به دیوار رو مورد. نه، همشون درآمد اسمش. فرقشون در چی هست؟ گفتیم در چی؟ در چی؟ اون خورشید و
خورشید و فلان اینا چی بود اسمش؟ نوت شاهدشون باریکلا. لطفا شعرش هم بنویسی. و بعد در شعر ما کلمات مهمی هم داریم، میگه دور نباشد که خلق روز تصور کنند. اکسنت یا استرس روی چی هستش؟ روی روز هستش. گر بنمایی به شب طلعت خورشید با بفهم میبینید دور نباشد که خلق روز تصور کنند، گر بنمایی به شب طلعت خورشید با. اون میگفت چی؟ اون میگفت دولت جان پرورد صحبت آمیزگاه. من تو شاید چی میگه؟ این میگه چی؟ دور نباشد که خلق روز تصور کنند. دا 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 ببینی؟ من تو شاید گوشه ها برم میگه فهم کنه، ولی دوباره برمیگره به جای اول، میگه چی؟ یه بار دیگه بفهمید از اولش. بله با روحا از اولش. رزوی ممکنه مثلا ماده یه جایی بوده که مثلا بهشون مثلا گنبد امام رضا بوده مثلا، یا میگه حسینی ماده مثلا چیست نیشابورک. آره نیشابورک بوده، اسم شخص بوده یا مثلا شهناز. Thank you.
شب بگذشت از حساب، روز برفت از شما. شعر بفهمید. وعده که گفتی شبی با تو به روز آمدم. آورم. خواهش میکنم. شب بگذشت. شب بگذشت از حساب، روز برفت از شما. وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم. شب که بگذشت از حساب، روز برفت از شما. مرسی. بعد که گفتی شبی با تو به روز آورم، شب بگذشت از حساب، دم درارم رین دراران. خیلی تون شد، یکم آرومتر. وعده که با من بخون. وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم. مرسی. شب بگذشت از حساب، روز برفت از شما. مرسی. نایم خانم. بعده که گفتی شبی با تو به روز آورم، شب بگذشت از حساب، روز برفت از شما. چقدر این مکس بین جملاتتونه و میگن آرتیکولاسیون یا آرتیکولیشن، خب هرچقدر مکس اینو بیشتر بکنی قشنگه. مکس منطقی بین وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم، شب بگذشت از حساب. ببین جمله آرتیکولیت میشه دیگه. خب این خیلی مهمه. وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم، شب بگذشت از حساب، روز برفت از شما. وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم، شب بگذشت از حساب، روز برفت از شما. ببین سمیرا عوضش کرد و خیلی هم قشنگ بود. وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم، من گفتم چی؟ با تو به روز آورم. جفتش هم صحیح است. ایشون به نظرش تو مهمتر از روز بوده و خیلی قشنگ داره. چرا؟ بیام که بعدی که گفتی شبی دقیقا.